روز عشق و محبت بر همه شما عزیزان خجسته باد. پیام عشق را خداوند جامعه عمل پوشانید. زمانی که یگان فرزند خود را، یگان پسر خود را داد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید یابد. این عشق به اشارات از تمام پیام آوران در عهد عتیق بحر امید به بشریت داده شد. از جمله کتاب ارمیا 31:3 نیز اعلام میکنه، خداوند میفرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم و حال همه ما به محبت جاودانه او جذب ملکوت خدا شده ایم تا در وفاداری به او همدیگر را نیز در عشق و محبت یاری نماییم. همان گونه که یوحنای رسول در نامه اول یوحنا باب 5 از آیه 7 نیز تا 12 این گونه اعلام میکنه، ای حبیبان یک دیگر را محبت نمایید، زیرا که محبت از آن از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به وی زیست نماییم، و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای حبیبان اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز میباید یکدیگر را محبت نماییم. کسی هرگز خدا را ندید، اگر یکدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل هست. از این روح است که کلام خداوند و روح پرجلال خداوند همه فرزندانش را تشویق میکنه که همدیگر را محبت کنیم و در محبت خدا پایدار باشیم. Thank you.